فرد روحانی داده میشه تا چند اندازه از اون بهره برداری شخصی نکنه و برای این منظور باید به یک مستولی بشه، یعنی به درجات عالی اخلاقیات قبل از آن رسیده باشه، قبل از اینکه بیاد و به عنوان یک اندیشمند، به عنوان یک روحانی تاثیرگذارشان پیروان خود رو بیاد جذب بکنه، که ما گفته میشه رابطه او و رابطه پیر و مرشد و اندیشمند یهود و ربی و روحانی در مقابل پیروان خودش و دانش پژوهان خودش. بسیاری از قوانین به وفاداری و آنچه که آن دانش پژوه نیاز داره ممکنه مختصر بشه. همیشه افراد وقتی که نیازی دارند نیایش میکنن، وقتی که یک به دنبال جستجو حقیقت هستند و آنکه علم گرایی میبینیم که و خرد ورزی هر چقدر که به درجات عالی دانشگاهی رسیده باشن به دنبال حقیقت، مخصوصا در دورانی که الان پسا مدرنیسم هستش، پسا زاینیسم هستش، پسا حقیقت هستش، یعنی آنچه که ما در آگاهی ها، آنچه که در حتی نوشته هایی که در اینترنت ما یافت میکنیم ممکنه حقیقت نداشته باشه. از این رو فرد رو بر این میسازه که اون فرد دانش پژوه تا چند اندازه میتونه پرسش و پرسشگرایی داشته باشه و واقع بینانه همینطوری که از نسل به نسل دیگه رد شده بتونه آن قوم رو از نظر کتابت بیاد هدایت بکنه. و وفاداری به کتابت هست، نه وفاداری به فرد. یعنی فرد رو در یهودیت اگر بر این بود که بر حال فردیت اینجا مطرح بود و اسطوره سازی از یک فرد و به اون مقام معصومیت میدادن، همینطور گفتیم انسانی جایز الخطا هست تا وقتی تا این اندازه که موسی بن عمران پیامبر که زیربنای و مؤلفه و شاخصهای آزاد و آزادمنشی و رهایی از بردگی دنیا رو کلید زد، وقتی که یهودیان از مصر بیرون اومدن حدود 600 هزار نفر بدون زن و بچه که به 2 میلیون میرسیدن و تجلی نور خداوند رو در کوه سینای دیدن با فرامینی که با 10 فرمان که به اونها نازل شد که زیربنای جامعه بشری هست، ما برمیگردیم به اینی که تا چند از اون فرد در ما تشعشعاتی و تأثیرگذاری های ایجاد نکنه، اون فرد روحانی، که ما یک یعنی قیودی در ما، یه الزاماتی در ما ایجاد بکنه به خاطر اسطوره سازی فرد که هم ما میدونیم هر انسانی جایز الخطا است، بیایم به جای تعلیم تکریم داشته باشیم. همینطور که استاد گرانمایه زنده یاد پروفسور نتر که در کنار رو بین سال 1980 تا 2007 27 سال بودم که از اون آموختم، میگفتش که بدون تخلل، بدون اینکه ما تفحصی داشته باشیم، اگر از روی تعلق و از روی تملق عمل بکنیم به جایی نمیانجامه. از این رو تفحص اینجا را لازمه و اینه که ژرف بینی داشته باشیم و تعمق داشته باشیم با آنچه که دور تا دور رو میگردن، یعنی یک فرد رو اسطوره قرار ندید، یک ربی رو، یک روحانی رو اسطوره قرار ندید. هر آنچه که میگوید از آسمان نازل نشده، بلکه در تلمود ما آمده که او ما را بر این میسازه که تا چند اندازه میتونیم نه فقط خودمان رو بیایم و اصلاح بکنیم، همینطور که مبانی روحانیت بر روی اخلاقیات بنا شده، انتظاری که از دیگران داریم رو خودمون در وهله اول به عنوان پدر مادر، به عنوان پیر و مرشد، به عنوان پیامبرانی که بودن بیان اجرا بکنه. همینجوری که ناتان هنوی در مقابل داوید پادشاه یهود میسته و او را به هر حال نکوهش میکنه، همینطور که موسای پیامبر در مقابل فرعون میسته و اون را نکوهش میکنه که آدمی به شکل و شکمائل خداوند آفریده شده، نباید هیچ گونه بردگی باشه
که ما بیایم و چه برسه به ملت و دولت دیگری رو مستعمره خودمون بکنیم، بلکه از روی اندیشه و پندار و کردار خودمون بگونه باید باشیم که برای تاثیرگذاری بر یکدیگر از روی مهربانی که بتونیم دنیای بهینه در کنار یکدیگر داشته باشیم.